بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما جلسه 68 تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان هستیم و سلام هم عرض میکنیم به همه دانشجویان عزیزی که در این ترم درس سیره و تاریخ معصومین رو خدمتشون هستیم و همه دوستان و عزیزانی که این مباحث رو دنبال میکنن. و من باید از همینجا ازشون تشکر کنم که خیلی از این عزیزان از جلسه اول مباحث رو دنبال کردن و ازشون عذرخواهم که به خاطر کم بوده وقت شرایطی نیست که به بعضی از سوالات بسیار خوبشون جواب بدم. امیدوارم که انشالله خدای متعال برکتی در وقت عنایت کنه که این مهم هم به انجام برسه. ما در روایات ابتدای بحث اگر یادتون باشه در جلسه گذشته به مناسبت ایام ماه ربیع الاول و میلاد پیغمبر اکرم و اهانت‌هایی که در کشور فرانسه توسط رئیس جمهور این کشور به پیغمبر اکرم شد، عرض کردیم که یک نقطه ضعفی مشاهده میشه و اون عدم شناخت پیغمبر اکرم هست از ناحیه شیعیان و جوانان جامعه اسلامی، که عرض کردیم یکی از بهترین شیوه های شناخت پیغمبر اکرم، سیمای پیغمبر اکرم از منظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه هست که جلسه گذشته فهرستی از موضوعات رو خدمت دوستان با شماره خطبه بیان کردم و مرحوم آقای دشتی در اون نهج البلاغه‌ای که سامان دادن در اواخر نهج البلاغه که موضوعات مختلف پژوهشی رو آوردن در نهج البلاغه، تمام این موارد رو با ذکر خطبه و نامه و حکمت بیان کردن که میتوانید به اونجا هم مراجعه بفرمایید، که فهرست موضوعی نهج البلاغه هست. این جلسه به چند نمونه اشاره میکنم از توصیف پیامبر از زبان امام علی علیه السلام در خطبه 72 نهج البلاغه که مرحوم سید فرموده علم فیه الناس الصلاة علی النبی، که به مردم آموزش داد تا چطور بر پیامبر درود بفرستن. در خط اول فرمود اللهم داحی المدحوات و داعم المسموکات و جابل القلوب على فطرتها شقیها و سعیدها. خدایا ای گستراننده هر گسترده و ای نگهدارنده آسمانها و ای آفریننده دلها بر فطرتهاشون، چه دلهای رستگار و چه دلهای شقاوت زده. از این جمله بعد وارد درود فرستادن به پیغمبر شدن. اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک و رسولک. گرامی ترین درودها و افزون ترین برکات خود رو بر محمد صلوات الله و سلام علی بنده و فرستاده خودت اختصاص بده. که در این خطبه امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم رو به بیش از 20 وصف از اوصاف برجستشون یاد کردن و در ابتدا هم فرمودن که خدایا بر بنده خودت و بر فرستاده خودت صلوات بفرست، که این صلوات همون رحمت‌های الهی است. شرائف صلواتک، گرامی ترین درودها و این نوامی برکاتک و افزون ترین برکاتت رو بر محمد که بنده و رسول توست بفرست. این برکات هم انواع نعمتهای خدا رو در بر میگیره و این مجموعه صلوات و برکات انقدر وسیع و انقدر فراگیره که هیچ خیر و سعادتی دیگه ازش بیرون نیست. و در این قسمت از سخن امیرالمؤمنین دو وصف معروف و مهم که در واقع مهمترین اوصاف پیغمبر هست،
بیان شده، یکی مسئله عبودیت و یکی رسالت. علی محمد عبدک، بنده تو، مسئله عبودیت، و رسولک، مسئله رسالت. در سومین توصیف حضرت به مسئله خاتمیت اشاره کردن. الخاتم لما سبق، کسی که خاتم پیامبران گذشته بود، پیامبری که خاتم پیامبران قبل از خودش بود. و در چهارمین و پنجمین توصیف فرمودند که والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، کسی که درهای بسته رو گشود و حق رو با حق آشکار کرد. که منظور از این پیچیدگی ها و درهای بسته، ابواب علوم و دانش ها و مسائل پیچیده اخلاقی و اجتماعی انسان هاست که پیغمبر اکرم با دین اسلام، با هدایت های خودشون، اونها رو به روی انسان ها باز کرد. و اینم که فرمود والمعلن الحق بالحق، منظور از این آشکار کردن حق به حق ممکنه مثلا شاید اشاره به معجزات باشه که حقانیت پیامبر رو تبیین کرد، یا مثلا اشاره به بیانات منطقی پیغمبر باشه که حقایق رو شرح داد، یا اشاره باشه به جنگ ها و غزواتی که دشمنان حق رو کنار زد. این والمعلن الحق بالحق، کسی که حق رو با حق آشکار کرد، میتونه تفسیرهای مختلف داشته باشه. دشمنان حق رو کنار زد تا مردم چهره واقعی حق رو ببینن. یا اینکه پیغمبر حقایق رو به قرینه همدیگر روشن میکرد، یعنی همون جوری که آیات قرآن رو به کمک دیگر آیات تفسیر میکنن، عرض کنم خدمت شما که پیغمبرم حقایق رو به قرینه دیگر حقایق روشن میکرد. و هیچ مانعی هم نداره که تمام معانی که گفتیم در این جمله جمع باشه و قابل شرح و بسته. در ادامه حضرت فرمود و دافع جیشات الاباطیل و دامغ صولات الاضالیل، همون کسی که غوغای باطل رو دفع کرد و حملات گمراهی ها رو در هم شکست. این یکی از خصوصیات پیغمبر اکرمه. و دافع جیشات الاباطیل، دفع کننده لشکرهای باطل، و دامغ صولات الاضالیل، در هم کوبنده شوکت گمراهان. چقدر مشرکین قریش شوکت و عزت ظاهری برای خودشون به هم زده بودن. در هشتمین توصیف که در واقع به منزله بیان علت برای تقاضای این درود وافر و گسترده است، فرمود کما حمل فضطلع، به دلیل این که پیغمبر با تمام قدرت بار سنگین رسالت رو بر دوش کشید. کما حمل فضطلع، در نهمین و دهمین توصیف فرمود قائما به امرک مستوفزا فی مرضاتک، پیغمبر اکرم به فرمان تو خدایا بیان کرد، در طریق رضا و خوشنودی تو با سرعت قدم برداشت. در یازدهمین و دوازدهمین توصیف فرمود غیرنا کلن عن قدم ولا واتن فی عزم، در گامهایی که به سوی انجام اوامر تو خدایا برمی داشت تردید به خودش راه نداد. آخ آخ آخ، چقدر ما در این موضوع مشکل داریم. گامهایی که می خواهیم برداریم در راه خدا هم هست، هی تردید می کنیم. اما پیغمبر تردید نمی کرد، ولا واتن فی عزم، عقبگرد هم نکرد، عزم و ارادش هم به سستی نگرایید، یک قدم به عقب بر نگشت، ارادش سست نشد. بعد حضرت سیزدهمین، چهاردهمین و پانزدهمین وصف رو کنار هم می فرماید از اوصاف پیغمبر در این جملات کوتاه و
آهنگین. واعین لوحیک حافظن لعهدک ماضین علی نفاذ امرک، در حالی که وحی تو رو با آگاهی گرفت و عهد تو رو پاسداری کرد و در انجام فرمانت با قدرت با جدیت پیش رفت، یعنی هم در پذیرش و گرفتن وحی نیرومند بود، هم حافظ و نگهبان عهد و پیمان تو بود و هم در اجرای فرمان تو تلاش کرد. تا کجا؟ که در واقع در ادامه حضرت نتیجه تلاش ها و کوشش ها و فداکاری های پیامبر رو ضمن بیان اوصاف دیگری می فرماید که در 16، 17 و 18 وصف می فرماید حتی اورا قبس القابس و اضاء الطریق للخابط و هدیت به القلوب و بعد خوضات الفتن والآثام. او همچنان در این راه پیش رفت پیغمبر تا شعله حق رو برای طالبانش برافروخت، یعنی استقامت کرد، راه رو برای دیگران باز کرد، مسیر رو نورانی کرد که چشمهای کمسوی اونها ببینه راه رو، و راه رو برای ناآگاهان روشن کرد و اضاء الطریق للخابط و هدیت به القلوب و بعد خوضات الفتن والآثام، و دلهایی رو که در فتنه ها و گناهان فرو رفته بود به برکت وجود او هدایت پیدا کردن، به برکت وجود او هدایت شدن. این در واقع این بخش فرمایش امیرالمومنین اشاره داره به اون پیشرفت سریع اسلام در تمام جهات، چه در داخل شبه جزیره و چه بیرونش، روشن شدن این شبه جزیره ای عربستان که مهد کفر و شرک و کانون جهل و جنایت بود، به نور اسلام که هر کسی کمترین اطلاعی از تاریخ داشته باشه تصدیق میکنه، دشمنان هم به او معترفن. چه حیف که ثمرات زحمات پیغمبر اکرم رو خراب کردن. ما نمیگیم به باد دادن، چون اگر به باد رفته بود که چیزی به ما نمیرسید. نه، تلاش کردن ولی نور خدا خاموش شدنی نیست. بعد حضرت 19 وصف از اوصاف پیغمبر اکرم رو فرمودن و اقام به موضحات الاعلام و نیرات الاحکام، او پرچمهای آشکار کننده حق رو برافراشت و احکام نورانی اسلام رو برپا کرد. خب وقتی رهروان راه حق میخوان گرفتار خطا اشتباه نشن به بیراه نرن، باید یه پرچمهایی باشه، یه علائم راهنمایی باشه، در این راه نصب بشه و چراغهای نورانی تمام جاده رو موقع تاریکی روشن بکنن. این همکاری بود که پیغمبر اکرم انجام داد، برای هر حقی نشانهی قرار داد و پاسدارانی تعیین کرد. بسیاری از احکام مثل نمازهای پنجگانه یومیه و نماز جمعه و زیارت خانه خدا، همه اینها نمونه های از اون پرچم ها و چراغ هاست که رهروان این راه نورانی که پیغمبر روشن کرد رو از گمراهی نجات میده. و همینطور احکامی که درباره مسائل تربیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیغمبر اکرم بیان کردن. و در پایان این بخش امیرالمؤمنین 5 وصف دیگه که عرض کنم با توجه به صفات گذشته مجموعا میشه 24 تا، به صورت نتیجه گیری از تمام بحث های گذشته امیرالمؤمنین در واقع میخوان بفرمایند در ادامه این خطبه که فرمود فهو امین و کل مأمون و خازن و علم کل مخزون و شهید و که یوم الدین و بعیث و که بالحق و رسول و که الی الخلق. بله، او امین معتمد و گنجین دار مخزن علوم تو و شاهد و گواه روز رستاخیز برای بیان حقایق و فرستاده تو به سوی خلایق هست. این تعبیر امیرالمؤمنینه. او پیامبر امینه، مورد اعتماد، گنجین دار علم نهان تو، شاهد روز رستاخیزه، برانگیخته تو برای بیان حقایق و فرستاده تو به سمت مردم. با یه بیان ساده تری عرض کردم، این تعبیر امین مأمون، فهو امین و کل مأمون،
یک تأکیدی است بر کمال امانت پیغمبر و اشاره است به مقام عصمت که از شرایط حتمی نبوته. این که می‌فرماید او و خازن علم کل مخزون، خزانه دار علم مخزون تو بود، این یعنی پیغمبر از اسرار غیب آگاهه که اصلا پیامبر و امام بدون آگاهی از این اسرار نمیتواند رسالت خودش رو و امامت خودش رو به طور کامل انجام بده. قرآن کریم چی فرمود؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا عالم الغیبه و کسی جز او بر غیب آگاهی نداره، الا من ارتضا من رسول، خدا دانای غیبه، هیچ کس رو بر اسرار غیبش آگاه نمی کنه مگر رسولانی رو که برگزیده. الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، رسولانی رو که برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر اونها قرار میدانه تا بدونه که مشخص بشه که پیامبرانش رسالت های پروردگار خودشون رو ابلاغ کردن. این خطبه 72 در واقع اوصاف پیغمبر اکرمه. بعد حضرت در چند جمله دعا میکنند برای پیغمبر، اللهم افسح له مفسحا فی ذلک، خدایا برای پیامبر در سایه لطف خود یک جای با وسعتی آماده کن، وجزهی مضاعفات الخیر من فضلک، از فضل و کرمت پاداش او رو فراوان کن، اللهم و اعل على بناء البانین بناءه و اکرم لدیک منزلته و اتمم له نوره وجزهی من ابتعاثک له مقبول الشهاده، خدایا این بنای آیین او رو از هر بنایی برتر و مقام او رو در پیشگاه خودت گرامیتر گردان و نورش رو کامل کن و پاداش رسالت او رو چی قرار بده؟ پذیرش شفاعتش، وجزهی من ابتعاث که لهو مقبول الشهاده، که انشاءالله ما بهرمند بشیم هممون، پاداش رسالت پیغمبرت رو پذیرش شفاعت او و قبول گفتار او قرار بده، مرضی المقاله ذا منطق عدل و خطبت فصل، چرا که پیغمبرت رو دارای یک منطق عادلانه و راه جدا کننده حق از باطل بود، اللهم اجمع بیننا و بینه فی برد العیش و قرار النعمه، که اینو ما هم باید دعا بکنیم، مخصوص امیرالمومنین نیست، امیرالمومنین هم برای خودشون دارن دعا میکنن هم دارن به ما یاد میدن، اللهم اجمع بیننا و بینه فی برد العیش و قرار النعمه و من الشهوات و احواء اللذات و رخاء الدعه و منتهت تو معنینه و تحف الکرامه، خدایا بین ما و پیغمبرت در نعمتهای جاویدان و زندگانی خوش و آرزوهای برآورده و خواسته های به انجام رسیده در کمال آرامش و در نهایت اطمینان همراه مذاهب و هدایای با ارزش جمع گردان، ما رو با او جمع کن، با این نعمتها، با این زندگانی خوش، با این آرزوهای مستجاب و برآورده شده در کمال آرامش، امنیت، همراه با مذاهب و هدایای با ارزش خوده. چقدر این دعا قشنگه، همه دعا کنیم اینجور، مراجعه کنیم به خطبه 72، هر وقتی بگیم اللهم اجمع بیننا و بین رسولک فی برد العیش و قرار النعمه و من الشهوات و اهواء اللذات و رخاء الدعه و منتهت تو معنینه و تحف الکرامه، این به همین مقدار باشه. من خطبه ها و نامه های دیگری رو هم آماده کرده بودم که از زبان امیرالمومنین عرض بکنم برای معرفی پیامبر، که فرصت ما کمه و بحث درس ما مونده. صلواتی بفرستید تا بحث خودمون رو پی بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب برگردیم به بحث خودمون. ما در جلسه گذشته مواردی از سوء قصد ها رو و توطئه های ترور پیامبر اکرم رو عرض کردم. ببینید، اخبار و متون عدیده‌ای موجود هست که نشون میده پیامبر اکرم
مسموم شدن و با شهادت از دنیا رفتن. حالا من این متون رو ابتدا عرض میکنم، بعد وارد موضوع اون سم خیبر میشم. عبدالله ابن مسعود از اصحاب پیغمبره. ابن مسعود در مکتب خلافت هم مورد احترامه. در منابع کثیری از منابع اهل سنت مثل طبقات الکبرا ابن سعد جلد 2 صفحه 201، دلائل النبوه بیهقی جلد 7 صفحه 172، المستدرک و علی الصحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 58 و دیگر منابع مثل مسند احمد و مسند ابو یعلا و البدایه و النهایه و انصاب الاشراف بلازوری و اینها، میگه که اگر 9 بار قسم بخورم که پیامبر خدا صلوات الله علیه کشته شده، برای من بهتره که 1 بار به خلاف اون سوگند بخورم. یعنی حاضرم 9 بار قسم بخورم که پیامبر کشته شده و 1 بار قسم نخورم که پیغمبر کشته نشده، چون خدای سبحان پیغمبر رو به پیامبری برگزید و او رو شهید قرار داد. این 1 متن. روایتی از امام صادق علیه السلام هست از پدران گرامیشون که امام حسن علیه السلام به خانواده خودشون فرمودن من مسموم از دنیا میرم همان جوری که رسول خدا مسموم از دنیا رفت، که به حضرت عرض کردن چه کسی تو رو مسموم میکنه؟ فرمود همسرم جعده بنت اشعث، دختر اشعث ابن قیس. این در مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 175، در بهار الانوار هست، در الخرائج و الجرائح راوندی هم هست. این 2. 3. شعبی از علمای اهل سنت از اون نقل شده که گفته رسول خدا و ابوبکر رو مسموم کردن، حالا ابوبکر هم آورده. 4. روایتی که گفته شده یهودیان رسول خدا و ابوبکر رو مسموم کردن، من دارم در منابع فریقین میگم دیگه، هم شیعه هم سنی. 5. شیخ طوسی میفرماید که رسول خدا روز دوشنبه 2 شب مانده از سفر سال 10 هجرت مسموم شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. در تهذیب الاحکام فرموده این رو. شیخ مفید مورد 6 فرموده که حضرت رسول اکرم در مدینه مسموم شد و قبض روح شد. در المقنعه فرموده صفحه 456. خب این در واقع متونی که نشون میده رسول خدا با شهادت و اون هم از طریق سم از دنیا رفتن، چون ائمه ما برخیشون با شمشیر به شهادت رسیدن در عرصه جنگ، یا با شمشیر مثل امیرالمومنین که ترور شدن، یا امام حسین علیه السلام، یا مسموم شدن مانند سایر ائمه علیهم السلام. حالا ما اینو داشته باشید، باش کار داریم، بریم سراغ موضوع سم خیبر. من وقتی روایات رو نقل میکنم، خواهشم از دوستان اینه که وقتی روایات رو میشنون تحمل کنن، من این روایات رو نقد خواهم کرد، اینجوری نیست که هرچی الان من میگم شما باور کنید. صالحی شامی حدیث سم خیبر رو که در اون گفته میشه به رسول خدا در خیبر سم دادن در کتاب خودش آورده و خیلی همین نقل کردن، یعنی شیخین از انس نقل کردن، احمد ابن حنبل و ابو نعیم از عبدالله ابن عباس نقل کردن، دارمی و بیهقی از جابر نقل کردن، بیهقی با یک سند صحیح از عبدالرحمن ابن کعب ابن مالک نقل کرده، طبرانی از صالحی شامی و او هم از پدرش، عرض کنم خدمت بیهقی از ابو هریره نقل کرده، بیهقی از ابن شهاب روایت کرده، خیلی ها. که روایت چیه؟ حالا من این روایت رو باش کار دارم، گونه های مختلفی از نقلش رو خواهم گفت، که وقتی رسول خدا خیبر رو فتح کرد و امیرالمومنین در خیبر رو از جا کند و وقتی آرام شد اوزا، زینب بنت حارث، حارث با 3 نقطه، که برادرزاده مرحب بود اون پهلوان یهودی،
و همسر سلام ابن مشکم. این خانوم، ببین اسمش اینجا زینب، حالا بعدا میبینید که اسمش عوض میشه، روایات خیلی نقل‌های متعارضی داره، یه گوسفند بریانی رو به صفیه همسر پیغمبر هدیه کرد و پرسید که رسول خدا کدوم قسمت گوسفند رو بیشتر دوست داره. بهش گفتن که سردست، یعنی بیشتر میپسند اونجا رو پیغمبر. حالا در روایت هم آمده که پیغمبر مثلا ران گوسفند رو نمیپسندید به خاطر اینکه نزدیک به محل بول حیوان هست. این زن وقتی فهمید پیغمبر سردست رو بیشتر دوست داره، اونجا رو سم بیشتری زد، بعدم سایر قسمت‌های گوسفند رو سم می‌کرد. رسول خدا بر صفیه وارد شدن. خوب دقت کنید، بشر ابن براء ابن معرور هم همراه پیغمبر بود. صفیه همسر پیغمبر گوسفند بریان رو پیش پیغمبر گذاشت، رسول خدا شانه گوسفند رو تا یا طبق یک نقل دیگری سردست رو برداشتن و به دندان کشیدن که بخورن، بعد لقمه رو در دهان خودشون چرخوندن، بش استخوانی رو برداشت، مقدار از گوشتش رو به دندان کشید. این تا اینجا که در یک نقلی هست که تکه ای از این گوشت رو برای سگی انداختن که در همون لحظه مرد، یعنی در جا مرد. بعد پیغمبر اکرم این زینب رو احضار کردن، بهش فرمودن که تو این گوسفند مسموم کردی؟ عرض کرد که چه کسی به تو خبر داده؟ فرمود همین که در دست منه به من خبر داد، یعنی همین گوشت گوسفند. گفت بله مسموم کردم. فرمود چرا این کارو کردی؟ گفت تو به سر قوم من بالاخره آن آوردی که آوردی، بالاخره اومدی به جنگ ما، پیروزم شدی، ما شکست خوردیم. من با خودم گفتم اگر این پادشاه باشه ما از دستش خلاص میشیم، اگر پیغمبر باشه که به او خبر میدن، پیغمبر از او گذشت و او رو بخشید و این بشر هم در اثر همون لقمه‌ای که خورده بود مرد و پیغمبر زینب بنت حارس رو که همسر سلام ابن مشکم بود و این کارو کرده بود کیفر نکرد، که بعدم میگن رسول خدا دستور داد که تا اون گوشت رو آتش بزنن. اینو تا اینجا داشته باشین. درباره این روایاتی که نقل میکنن در این موضوع تردیدهای بسیاری داریم. اولا من اینجا یه نکته عرض بکنم، بعضی ها میگن که این حدیث نادرست است که میگوید رسول خدا به دست زن یهودی مسموم شد، چون خدای متعال در سوره مائده 67 فرمود والله یعصمک من الناس. حالا من اگه آیه رو کامل بخونم خود شما متوجه میشین که این در واقع دلیل نادرسته. دلیلی که بر نادرستی این حدیث سم خیبر وارد شده به دست زن یهودی خودش نادرسته، چون آیه چیه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمک من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. ما نمیتونیم اینو قبول کنیم. شما الان اومدید روایت رو نقد کنی، خراب کردی، به خاطر اینکه این حدیث سم مال خیبره، در حالی که این آیه کریمه 2 سال بعد، یعنی در سال تبوک، تا سال جنگ تبوک در سوره مائده نازل شد. این آیه در سال 10 هجرت نازل شده، در روز عرفه نازل شده یا بعد از اون، برای آماده سازی زمین جهت نصب امیر المؤمنین و امامت و ولایت در حجة الوداع و دقیقا روز 18 ذی‌الحجه تا بعضی ها میگن نازل شده، یعنی 70 روز قبل از رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم.
حالا ببینید بعضی هم میگن این آیه در سال دهم هجرت در روز عرفه نازل شده برای اینکه زمینه رو بر نسل امیرالمومنین آماده بکنه در حجۃ الوداع. حالا ما کار نداریم که روز عرفه بوده، نه ذوالحجه بوده یا هجره ذوالحجه، بالاخره در ذوالحجه سال دهم نازل شده نه دو سال قبلش. این آیه که میفرماید والله یعصمک من الناس، داره تهدید میکنه کسانی رو که تلاش میکردن پیغمبر رو از تبلیغ امامت امیرالمومنین باز بدارن، با رسول خدا با جسارت رفتار بکنن. خدای متعال در این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، ضمن اینکه دستور میدن به ابلاغ آنچه مأمور هستند، به پیغمبرش خبر میده که بعد از این نخواهند توانست مانع ابلاغ امامت و ولایت علی بشن. دقت فرمودین؟ اینا نتوانستن مانع ابلاغ امامت و ولایت علی بشن، علی علیه السلام، پیغمبر به وظیفه خودشون عمل کردن، هرچه اونا به وظیفه خودشون در پذیرش امامت و ولایت امیرالمومنین عمل نکردن. این آیه ربطی نداره به منع مردم از مسموم کردن رسول خدا یا ترور حضرت. مثلا بگیم حضرت را نمیشود مسموم کرد چون خدا فرموده والله یعصمک من الناس، اگر میخواید نقد کنید درست نقد کنید. خود قرآن کریم در مورد قتل پیغمبر به وسیله سم تصریح داره که اون حضرت هم از قتل یا ترور به وسیله سم یا هر چیز دیگری در شرایط و اوضاع و احوال دیگر مسئول نیست. خدای متعال در آیه 144 سوره آل عمران فرمود و ما محمد الا رسول صلوات الله علیه، و محمد صلوات الله علیه جز فرستاده ای که قد خلت من قبله الرسول، که پیش از او هم پیامبرانی آمده و گذشتن نیست. اف امات او قتلن قلبتم على اعقابكم، اف ان مات او قتل، اگر او بمیرد یا کشته شود شما از عقیده خودتون بر میگردید. و من ینقلب علا عقبه فلن یدر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین، هر کس از عقیده خودش برگرده هرگز هیچ زیانی به خدا نمیرسونه. مثلا الان یه ده هستن بخاطر مثلا سخت شدن شرایط مثلا ادعا میکنن که ما از دین دیگه برگشتیم، هیچ زیانی فلان یضر الله شیئا. ما امیدواریم اتفاق نیفته، ولی شرایط هم سخته میدونیم، ولی دینی که اینجوری باشه، حالا به یه ذره سختی آدم دینش رو ببازه، اونم به یه ذره سختی. در طول اسلام چقدر سختی ها کشیدن مسلمین شیعیان، چقدر تحریم ها، چقدر گرفتاری ها، چقدر اهل بیت تبعیدها و بیخانمانیها و شکنجه ها رو کشیدن. حالا یه ده مثلا شرایط تا سخت میشه دیگه به خدا و پیغمبر و اهل بیت جسارت میکنه. حالا دیگه اسلام دست و پام بسته، نمیتونم هر حرفی رو بزنم اینجا. بله بله، فلان یزور الله شیئا، هیچ زیانی به خدا نمیرسونه اگه از عقیده خودتون برگردید. ما دعا میکنیم بر نگردید، خدا دعا میکنیم خدا شما رو در عقیده خودتون با فهم و شعور قرار بده، با آگاهی انتخاب بکنید. و سیجزی الله الشاکرین، به زودی خداوند سپاسگزاران رو پاداش میده. خب تلاش های فراوانی صورت گرفت تا رسول خدا رو بکشن، اما خدای متعال اون رو نجات داد. این نکته ماست راجع به این موضوع سم خیبر، خوب دقت کنید، یکی از نکات ماست. روایاتی که از توطئه قتل پیغمبر به وسیله سم یاد می کنن، از طریق شیعه و اهل سنت روایت شدن، اینا دو بخشن. پس امکان دارد پیغمبر اکرم به سم از دنیا برون شهید بشوند؟ بله. قرآن میفرماید اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پس قرآن که میفرماید والله یعصمک من الناس چی میشه؟ این آیه هیچ ربطی به موضوع بحث ما نداره، به موضوع خیبر.
ما الان داریم راجع به سال هشتم مثلا صحبت میکنیم، نه سال دهم. این آیه در سال دهم نازل شده. والله یعصمک من الناس. روایاتی که از توطئه قتل پیغمبر به وسیله سم یاد کردن، اینا دو بخشن. یک سری روایات میگن یک زن یهودی پیغمبر رو مسموم کرد، یک سری روایات میگن که رسول اکرم به وسیله یکی از زنانش مسموم و شهید شد. آقای برادری که داری درس میدی، یعنی خودم، الان منظورت کدومه؟ من الان میخوام راجع به موضوع زن یهودی صحبت کنم، حالا به اون میرسی. خب ببینید، این روایتی که من گفتم برای شما روایاتی دارد، موضوع زن یهودی که رسول خدا رو در خیبر مسموم کرد، نه یک روایت. من در دو بخش عرایزم رو خواهم گفت، روایات اهل سنت، روایات شیعه. از روایاتی که اهل سنت در جوامع حدیثیشون در کتب تاریخی خودشون آوردن، ما مواردی رو اشاره میکنیم که مفهومش چیه؟ مسمومیت رسول خدا توسط یک زن یهودی. یک، از عایشه و ابو هریره روایت کردن که رسول خدا در اون بیماری ارتحال خودشون، یعنی در اون روزهای مشرف به رحلت یا شهادت، فرمودن درد قضایی رو که در خیبر خوردم الان احساس میکنم، انگار که رگ پشتم از اون سم میخواد قطع بشه. این یه روایت. روایت دو، ابو هریره از مکثرین حدیث اهل سنت، یه وقتی خیبر فتح شد یه گوسفند مسمومی به رسول خدا هدیه شد. پیامبر فرمودن یهودیانی که اینجا هستن رو جمع کنید. وقتی که جمع شدن، پیامبر فرمودن که من از شما در مورد یه چیزی میخوام سوال کنم. حالا یه مقدار اینجا مفصل کار ندارم، تا اینکه فرمودن که در این گوسفند شما سم زدین؟ گفتن بله. ببینید یهودیان رو جمع کردن، نه اون زنه ها. ببینید تفاوت نقل ها رو دقت بکنید با هم. پیامبر فرمودن که چرا این کارو کردین؟ گفتن ما با خودمون گفتیم اگه دروغگو باشی از دست تو راحت میشیم، اگه پیغمبر باشی به تو زیان نمیزنه. همه اینا منابع داره. اون روایت اول از عایشه در مستدرک و الصحیحین هست، در امتاع الاسماء مقریزی هست، در البدایه و النهایه هست، خیلی جا همه اینا منابعش مشخصه. الان من برای طولانی نشدنش عرض نمیکنم. مثلا همین روایتی که الان گفتم از ابو هریره در تاریخ اسلام ذهبی هست، در سنن دارمی هست، در مسند احمد هست، در صحیح بخاری هست، همه با جلد و صفحه مشخص. روایت سوم، از انس روایت کردن که زن یهودی یه گوسفند مسمومی رو برای پیغمبر آورد، رسول خدا از اون خورد، زن رو به حضور پیغمبر آوردن، پیغمبر از اون سوال کرد که چرا این کارو کردی؟ گفت میخواستم تو رو بکشم. و پیغمبر فرمود خدا تو رو بر این کار موفق نمی کرد و تو رو بر من سلطه نمی داد. اصحاب گفتن او رو نکشیم. پیغمبر فرمود نه. راوی که انسه، خوب دقت کنید، میگه من هنوز اثر اون سم رو در زبان کوچک رسول خدا میدیدم. آخه تو چجوری اونجا رو دیدی؟ آخه میگه اونجا جاییه که مثلا هر کسی بتونه ببینه. روایت چهار، در سیره ابن هشام، اون روایت میگه زنی که پیغمبر رو مسموم کرد زینب بنت حارث، همسر سلام ابن مشکم بود، که پیغمبر لقمه ای از اون گوشت رو کند در دهان گذاشت اما فرو نبرد و بیرون انداخت و فرمود این استخوان من رو خبر داده که مسمومه، یعنی همون یه تیکه که دست من بوده. بشر ابن برا ابن معرور، برا با همزه و معرور با عین، ایشون هم با پیغمبر بود، لقمه ای از این گوشت رو که کنده بود فرو داد. پیغمبر از زن یهودی درباره این کار پرسیدن، تا اینکه میگه که پیغمبر از گناه این زن گذشت و بش هم در اثر همون لقمه که خورده بود مرد. و در یک متن دیگه ای هست، چون بش مرد، پیغمبر دستور داد که این زن رو کشتند. حالا بعضیشون گفتن به دار آویخته شد. دقیق فرمودین؟ مثلا در شرف المصطفی آمده که پیغمبر زن یهودی رو کشت و به دار آویخت. اصلا
ما اینا نقد بکنیم همه رو بعدا. در یه سری روایت هست که نه پیغمبر رهاش کرد چون مسلمون شد. در یه سری روایت هست که عبدالرزاق نقل کرده که وقتی بشر از دنیا رفت پیغمبر زن یهودی رو به اولیای دم یعنی به اولیای بشر سپردن که اونا اینو کشتن. در برخی روایات دیگه هست که نه پیغمبر زن یهودی رو نکشت. خیلی اینجا در واقع محل تضارب آراست بین علمای اهل سنت. مثلا در صحیح مسلم میگه پیغمبر نکشت، دارمی از زهری نقل کرده که پیغمبر او رو عفو کرد، عبدالرزاق میگه پیغمبر او رو به اولیای بهشت سپرد او رو کشتن، شرف المصطفی میگه خود پیغمبر او رو کشت. خب اینم یه روایت. روایت بعدی در واقع میشه روایت پنجم که در برخی از منابع هست که پیغمبر اکرم لقمه خودشون رو فرو دادن، نه اینکه در دهان چرخانده باشن، نه بشر بن برا هم لقمه خودش رو فرو داد، پیغمبر گفت دست نگه دارید نخورید، این سر دست و شانه گوسفند به من میگوید که مسموم است، یعنی به امر خدا به زبان آمده است. بشر بن مرا بن معرور طبق این نقل میگه قسم به خدا من از همون لحظه‌ای که لقمه رو گذاشتم تو دهنم متوجه شدم که مسمومه. تنها چیزی که باعث شد من این لقمه رو بیرون نندازم این بود که نمیخواستم غذا رو بر شما ناگوار کنم، و من وقتی دیدم شما لقمه خودت رو فرو دادی جان خودم رو در قبال جان تو دیگه چیزی ندیدم، گفتم ارزشی نداره جان من در قبال جان پیغمبر، و من امیدوار بودم که لقمه رو فرو ندی. چقدر تعارض داره این نقل ها با هم که میگن طبق همین نقل میگن این بش هنوز از جای خودش بلند نشده بود که رنگش کبود شد و یک سال هم بیمار بود، یک سال بیمار بود و بعد درگذشت. حالا در برخی از روایاتشون اومده که همه اینا آدرس داره، همه اینا جلد و صفحه داره، آدرس داره، اسم منبع داره، من دارم سریع عبور میکنم. برخیشون میگن نه این در همون لحظه از دنیا رفت و تکه ای از گوشت اون گوسفند رو برای یک سگی انداختن که خورد و در جا مرد. زهری اینجا باز میگه رسول خدا همون روز حجامت کرد، از پشت گردن خودش خون گرفت، ابو هندم او رو حجامت کرد و حتی گفته که با چه ابزاری، مثلا تیغش مثلا چه جوری بود و اینا، مثلا از پیغمبر خون گرفت. این هم روایت پنجم با همه تعارضاتش. روایت ششم میگه زن یهودی وقتی اعتراف کرد که گوسفند رو مسموم کرده، پیغمبر دست خودش رو به سمت گوسفند دراز کرد، فرمود که بخورید به نام خدا. یعنی تصرف کرد پیغمبر و اونها هم بسم الله گفتن و از اون گوشت خوردن و هیچ کدوم مسموم نشدن. که دیگه خود علمای اهل سنت میگه اصلا این روایت روایت منکریه، یعنی منکر اصطلاح حدیثی یا منکر الحدیث، یه امر منکریه، غریبه، غرابت شدید داره. هفت در منتقل جمان میگه رسول خدا لقمه رو در دهان خودش چرخوند بیرون انداخت، اما بشر بن برا بن معروف فرو داد و در همون حال مرد، و بعضی گفتن بعد از یک سال مرد. هشت از نظر واقدی و ابن سعد زن یهودی عذر آورد که چون پیامبر پدر و همسر و عمو و برادر من رو کشته و قوم من رو نابود کرده، من میخواستم از او انتقام بگیرم. پدرش حارس بود، عموش یسار بود، برادرش مرحب بود، همسرش هم سلام ابن مشکم، طبق نقل واقدی و ابن سعد. اینم روایت هشتم. روایت نهم که دیگه خیلی جالبه میگه پیامبر و اصحاب از گوشت مسموم خوردن، بشر ابن برا ابن معرور مرد و پیامبر دستور داد که زن یهودی رو کشت. بله ما هم شاید بعداً به این نتیجه برسیم که پیامبر اکرم در اثر سمی که بعضیا به او دادن به شهادت رسید، و شاید اصلا این اقدام خائنانه برای مسموم کردن پیغمبر چند بار انجام شده باشه.
چه بسا این که چند گروه و چند طرف و چند آدم داشته باشه که شرکت کرده باشن در این دسیسه. ولی معناش این نیست که هرچی تو این روایات اومده درسته. ما در این روایاتی که عرض کردیم بحث سندی نمی کنیم، چون بحث خیلی تخصصی میشه، باید در رجال بحث کنیم. این روایات مشکلات سندی دارد، اینو اجمالا بدونید. دو، ما نقد متنی میکنیم این روایات رو. پس ما روایات اهل سنت در مورد مسموم شدن پیغمبر اکرم در خیبر توسط زن یهودی را گفتیم، انواع و اقسام روایات رو شما شنیدید، حالا میخواییم نقد کنیم. اولا پیغمبر اکرم اینقدر ساده نبود که این هدیه رو از یک زن یهودی مشکوک دریافت کنه، هم خودش بخوره، هم به اصحاب دستور بده بخورن. اونم زمانی که پیغمبر به تازگی از یک جنگ فارغ شده، یه شکست سخت رو وارد کرده به قوم و قبیله همین زن، یعنی در واقع بیاد شوهرش سلام ابن مشکم رو بکشه، برادرش کعب ابن اشرف یهودی رو، عموشو، چند نفر دیگر رو از بین ببره، بعد بیاد این هدیه رو دریافت بکنه و قبول بکنه. ضمن اینکه همه شاهد توطئه های مکرر یهود بر ضد مسلمین بودن از قبل، اینا بارها توطئه کرده بودن بر ضد شخص رسول اکرم که ایشون رو از بین ببرن، پیغمبر نمیتونست از این موضوع به سادگی بگذره، به راحتی بیاد یه هدیه مسموم رو از یهودی قبول بکنه. حالا مثلا ممکنه شما بگین آقا یه مصلحتی در کار بوده که پیغمبر سکوت کرده، پیغمبر خودشو به غفلت زده. خب بابا، یکی از مسلمان ها باید میاد به این خوراک اعتراض میکرد با صدای بلند و اعلام میکرد یا رسول الله نخورید، شاید مسموم باشه، ما میترسیم، نگرانی. این نکته اول. نکته دو، وقتی ما این روایات رو الان گفتیم و شما شنیدید، متوجه شدیم که این روایات وقتی با هم مقایسه میشن به شدت با هم ناسازگارند و ناسازگاری و تعارض در نقل یک موضوع خودش از اسباب ضعفه. چرا؟ چون بعضیشون میگفتن خدای متعال اون زن یهودی رو بر پیغمبر مسلط نمی کرد، بعید، محاله که خدای متعال مسلط کن. در مقابل عده دیگه میگفتن پیغمبر در وقت ارتحال خودشون گفتن من درد غذایی رو که در خیبر خورده من احساس میکنم. بعضیشون میگفتن پیغمبر اون زن رو کشت، بعضی میگفتن پیغمبر او رو عفو کرد، یه عده میگفتن اول او رو بخشید ولی بعد از مرگ بشر ابن برای ابن معرور اون زن رو کشت، بعضیشون گفتن رسول خدا لقمه ای رو از گوشت گوسفند به دندان گرفتن فرو نبردن، بعضی ها گفتن در دهان چرخوندن، بعضی ها میگفتن اون لقمه رو فرو بردن. حالا من یه چیزایشو نگفتم، مثلا این که از دنیا رفت بشر ابن برای ابن معرور بود، در برخی از نقل هاست که نه، این مبشر ابن برای ابن معرور بود، اصلا یکی دیگه مرد. حالا مثلا شما میتونید توجیه کنید که آقا رسم الخط مثلا نزدیک این دو کلمه موجب شده که راویان در قرائتش دچار اشتباه بشه. در بعضی از این روایات بود که پیغمبر گروهی از یهودیان رو متهم کرد، اونها رو بازجویی کرد، جمعشون کرد، اونها اعتراف کردند. در برخی از روایات دیگه تصریح بود که متهم این جنایت همون زن یهودی بود. ببینید چقدر ناسازگاری هست، چقدر تعارض هست. در بعضی از این روایات بود که اون کسی که از این گوشت مسموم خورد فقط بشر ابن برا بود. بعضی از دیگه روایات بود که همه حاضران از این گوشت خوردن. بعضی از این روایات گفتن که در این قضیه پیغمبر حجامت کرد و از سرش خون گرفت. اون کسی که پیغمبر رو حجامت کرد ابو طیبه بود، بعضی ها میگن نه، ابو هند بود. ببینید چقدر تعارضه. در برخی روایات بود که بعد از اعتراف این زن به جنایت، پیغمبر به اصحاب فرمود بسم الله بگین از گوشت مسموم بخورین، اونا بسم الله گفتن و خوردن و هیچ کدوم مسموم نشدن. برخیش میگن که نه، فقط پیغمبر و بشر ابن برا خوردن که مسموم شدن. نکته بعدی، پس ببین، پس ما نکته دوممون این بود که در نقد
این روایت با هم ناسازگارن، به شدت درشون تفاوت هست. نکته سوم، این آقای بشیر بن برا سم رو احساس کرد، درسته؟ چرا موضوع رو به پیغمبر نگفت؟ چرا اجازه داد پیغمبر لقمه رو فرو بدن؟ آیا ایشون عقیده داشت پیغمبر نمیمیره؟ یا اینکه نه، میدونست که پیغمبر ممکنه در اثر این سم از دنیا بره و شاید هم همین رو میخواسته، یعنی میخواسته پیغمبر از دنیا بره؟ یا نه، میدانسته اما نمیخواسته که پیغمبر از دنیا بره و بمیره در اثر سم؟ پس چرا سکوت کرد؟ چرا هیچی نگفت؟ نکته بعدی، در یکی از روایات بود که بهش میگه من ترسیدم قضا رو بر اون حضرت ناگوار بکنم، یا رسول الله بر شما ناگوار بکنم قضا رو. چگونه فردی که حاضر نیست خوردن قضا رو بر پیغمبر ناگوار کند میپذیرد که حضرت سم را بخورد و بمیرد؟ ناگوار ساختن قضا بر رسول خدا از مرگ حضرت سختر و بزرگتر بود؟ آقا تو میگی مثلا من چیزی نگفتم برای اینکه شما دارین قضا میخورین حالتون بد نشه، مثلا قضاتون رو بخورین. اگه پیغمبر اینو مسموم بوده و تو میدونستی پیغمبر بخوره که از دنیا میره، کدام طرف قصه رو باید بگیری؟ باید بگی آقا ناگوار میشه که میشه، یا رسول الله نخور. نکته بعدی، چگونه این آقای بشیر بن برا حاضر شد لقمه ای رو فرو بده که میدونست مسمومه؟ یعنی چی؟ چه فایده ای از این کار آیده خودش میکرد؟ نکته بعدی، مگه حجامت میتونه از سم نجات بده؟ اگر این طوره، اگر حجامت برای سم خوبه، پس چرا مثلا برای روش درمانی مارگزیده ها استفاده نمیشه؟ یا مثلا یه کسی رفته خودکشی کنه سم خورده، یا به یه کسی سم دادن، خب چرا حجامت نمی کنن؟ چرا رسول خدا به اونهایی که دست به قضا زدند اما چیزی نخوردند پیغمبر دستور داد حجامت کنن؟ خب نخورده بودن یه دشون اصلا. چقدر مشکل داره این روایات. این سخنی که نقل می کنید از پیغمبر اکرم که در بستر بیماری فرمودن الانه که رگ پشت من از سم قطع بشه، از اون سمی که در خیبر به من دادن، آیا خوردن سم موجب میشه که رگ پشت فرد بریده بشه؟ اونم چند سال بعد از خوردن سم؟ چه ارتباطی بین رگ پشت و سم وجود داره؟ یعنی هر کسی سم بخوره رگ پشت او قطع میشه؟ این چه حرفیه؟ این زینب بنت حارث، نقد بعدی، این عذر آورد، گفت به خاطر اینکه توی پیغمبر پدر و عمو و همسر و برادر منو کشتی و در برخی منابع گفتن برادر او مرحب یهودی بوده. کی گفت مرحب رو که امیرالمومنین کشت؟ و اصلا مرحب برادر این زن نیست. تازه بعضی از منابع میگن مرحب عموی این زن بوده. این چیزی که انس گفت که من هنوز آثار سم رو مورد بعدی در زبان کوچک رسول خدا میدیدم، که این یه خیلی عجیبه. چجوری ممکنه این آقای انس به طور مداوم زبان کوچک حضرت رو دیده باشه؟ مگه ایشون دکتر بوده؟ اونم مداوم همیشه میدیده. این زائده گوشتی در انتهای دهان قرار داره، اصلا آشکار نیست برای دیگران که این بتونه ببینه. بعد انس وقتی مثلا فرض کنید زبان کوچک حضرت رو میدیده، سم میدیده روش، تشخیص میداده این سمه، آیا دیگران هم زبان کوچک پیغمبر رو مانند انس دیدن؟ خنده داره، نباید بگن این حرفا رو. خب اون روایت المنتقا نشون میده که مورد بعدی، بشر همون لقمه ای رو برداشت که رسول خدا بیرون انداخت و اون رو در واقع نخورد و بهش اونو برداشت و در اثر همون مرد. یعنی یه روایتی هست که پیغمبر لقمه رو انداختن بیرون. حالا من به همه روایت اشاره نکردم، خیلی طولانی میشه. این آقا همون لقمه رو برداشت خورد. خب چرا این کارو کرد؟ مگه نمیبینی پیغمبر لقمه رو بیرون انداختن؟ آیا میخواست تبرک کنه؟ اگه مثلا فرض کنید میخواسته تبرک کنه، گفته چون دهن پیغمبر بوده من تبرکم بخورم، خب چرا پیغمبر نهیش نکرد؟
پیغمبر که میدونه سم کشنده داره. یا مثلا بگیم آقا وقتی این لقمه رو برداشت و بلعید پیغمبر اون رو ندید؟ اگر همون لحظه این گوشت گوسفند امر خدا به زبان آمده و به پیغمبر خبر داده که یا رسول الله از من استفاده نکن، و پیغمبرم آنچه که در دهان مبارک داشتن بیرون انداختن، پس چرا این بشت برداشته و خورده؟ مگه نشنیده پیغمبر چی گفت؟ پیغمبر که فرمودن گوسفند الان به من خبر داد، تو دلشون که نگفتن، اعلام کردن. این روایات اهل سنت در موضوع مسموم کردن پیغمبر در خیبر بود و نقدش. ما در جلسه بعد روایات شیعه رو مطرح میکنیم و نقد میکنیم. به همین مقدار کافیه برای شفای همه مریض ها، مخصوصا مریض های بیماری کرونا که خیلی هاشون التماس دعا میگن و گرفتارن در بیمارستان ها، برای شفای همشون و همه شیعیان امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم که به این بلا دچارن و همه مسلمون ها و همه مردم دنیا جز ظالمین و مستکبرین و بدان عالم که ایشالله بخوره به جون اونها و بقیه راحت باشن، برای شفای همشون بخوانید سوره حمد و صلوات بر محمد و آل محمد.